یک بار دیگر برف چهره پاریس و ده ها شهر فرانسه را تغییر داده است. در این میان بالا آمدن آب رودخانه سن هم نگران کننده شده است. شهروندان ناراضی و حتی شاید همه مجسمه ها. اتحادیه اروپا با 348 رأی موافق و 153 رأی مخالف در صدد متوقف ساختن تغییر ساعات زمستانی و تابستانی در اروپا هستند. دشوار است سیاست و زمان و ساعت را بی ارتباط و یا مرتبط با یکدیگر دانست. امروز بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی افتتاح شد. خبر مهم سفر خواهر رهبر کره شمالی است که با رئیس جمهور کره جنوبی آقای مون ملاقات می‌کند. در اعتبار و اهمیت خبر این که حتی به زمین نشستن هواپیمایش هم در صدر خبر خبرگزاری‌ها جا گرفت. با این حال عده‌ای دست به اعتراض برای حضور میهمان آمده از کره شمالی زده بودند و در عوض عده‌ای امیدوار به دوباره پیوستن دو کره به یکدیگر. اما شادی و ابتکار را در این فیلم ببینید که تلفظ چند کلمه مانند مدال طلا، المپیک و یا سرما و دیگر کلمات مورد نیاز را به زبان کره شمالی و جنوبی به شما توضیح می‌دهد. با این همه خبرهای امروز می‌گوید همه چیز در شادی و طنز خلاصه نمی‌شود. در حادثه اخیر در سوریه 220 کشته با سه بمب که توسط دولت بر روی مدرسه، بازار روز و مسجد انداخته شد. آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه تأسف و هشدارش را یادآور شده گفت دلایل کافی که ارتش بشار اسد از گاز کلور استفاده کرده در دست نداریم، اما واشنگتن به عکس میگوید شش نوبت چنین بوده است. وزیر دفاع فرانسه هم جدا از اشاره به بودجه نظامی درباره سوریه و وضعیت اخیر نظر مشابه داشت. دیروز آقای مکرون رئیس جمهور تلفنی با آقای پوتین صحبت کرد و از او خواست اقدامی چاره‌ساز در مورد سوریه به عمل بیاورد. پیشتر مسکو آتش بس برای سوریه را نپذیرفته است. آقای مکرون جدا از اینکه ماه آوریل به واشنگتن می رود، یک ماه پس از آن در ماه می به دیدار آقای پوتین به مسکو خواهد رفت. این دو در بهار گذشته در ورسای یکدیگر را دیده بودند و یا کمی پیشتر در هامبورگ در نشست ژ20. بر حال وضعیت آقای اسد نیاز به تحلیل سیاسی ندارد. عکس را با پنج حسمان میتوان تفسیر و تحلیل کرد. ترکیه میگوید خسارات سرنگونی هواپیمای نظامی روسیه را خواهد پرداخت. آیا در این امر شک و تردیدی وجود داشت؟ آقای اردوغان میخواهد به زودی نشستی را با مسکو و تهران در مورد سوریه در استانبول برگزار کند. به نظر شما در این نشست مثلث‌گونه آن دو زاویه اطاعت کدام دو هستند؟ روز یکشنبه 18 مارس 108,968,869 نفر که در روسیه ثبت نام کردند در انتخابات این کشور شرکت می کنند و این عکس لحظه جابجایی دو تابلوی تبلیغاتی است. این یک سایت دست نشانده است و آدرس آن را در آن بالا سمت چپ می توانید ببینید. این سایت می گوید سه دلیل برای آنکه انقلاب ایران را معجزه بدانیم. این سایت عکسی را هم به نقل و جعل از سوی یک مقام CIA چاپ کرده، نوشته ما خودمان 11 سپتامبر را عمل کردیم، خبری که هیچ رسانه دیگر نگفت و راوی هم با هیچ شکایتی روبرو نشده است. این هم یک عکس دیگر تبلیغاتی در همین سایت و لابد برای دریافت مزد بیشتر. Oh my god, this is cool. So this is my navigation device. I'm here. و این هم خبر آخر برای این سفر که بین رویا و حقیقت جا گرفته است. ما برای پرسیدن نام گلی
چنان چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.